رسم همه انتخابات هاست. هر وقت انتخابات داریم همه چی گل و بلبل میشه. مثلا شما حالا غیر از این وعده ای که برای خانم ها دارن میدن، تلویزیون مرتب با خانم هایی گفتگو میکنه که حجابای حال به قول خودشون مناسب ندارن، نمیدونم پر سرودای ملی ایران میشه، پر آهنگایی میشه که اصلا اگر حالت عادی بود اینا همه غیر مجاز بود. یه چیزایی آدم میبینه که اصلا تعجب شاخ در میاره. دوباره بعد از هر انتخاباتی همه چی برمیگرده به حالت اول. الان هم خوشبختانه همه رسیدن به اون بلوغ فکری که به نظر من گول اینجور چیزا رو نمیخورن. حالا اینکه میتونن یا نمیتونن، البته یه چیزی که به نظر من جاش خالی بود توی این مناظرات در مورد زنها، حقوق زنان بود. یعنی یه جایی شنیدم که درست هم میگفتن زن رو یا در خانواده میبینن یا مثلا حالا در حالا به عنوان وزیری که الان دارن قولش رو میدن، ولی کسی از تبعیضها، از تبعیضهای قانونی که ما داریم در مورد زنها و شرایط خانمها در خانواده، در جامعه، چه از لحاظ حقوقی چه از لحاظ حالا سایر حیطه ها، صحبتی در این مورد نکرد که قراره در این مورد چیکار بکنن. اینکه حالا میتونن وزیر بذارن یا نذارن کار نشدنی نیست، چون نه دین باش مخالفه نه قانون باش مخالفه، اصلا هیچ مشکلی هم نداره. ما دیدیم آقای احمدی نژاد هم وزیر زن داشت، بنابراین خب شاید خودشون باشن بازم وزیر زن بذارن. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. ولی اینکه حالا آقای قاضی زاده یا هاشمی چنین گفتن، به نظر من ایشون یه شوخی کرد یا خواست به دیگران تیکه بندازه. در واقع میخواست بگه که دارین حرف غیر منطقی و غیر شدنی شماها میزنید، ولی شدن که میشه. ولی خب چیز متاسفانه حالا مقامات ما چه رئیس جمهور باشن چه کسای دیگه، مثلا ما در مورد آقای خاتمی هم داشتیم، یادمه که مثلا میگفتن ما دنبال زن وزیر بودیم، گفتن ما دیگه نمیتونیم در مورد موضوعات زنان هم وارد درگیری بشیم، انقدر اولویت هامون بالاست، انقدر مثلا شرایط داره تون میشه، اگر بخوام در مورد زنان وارد کلکل و مثلا من به عبارت خودم دارم میگم و مضمونی دارم میگم وارد مثلا کلکل و اینا بشیم، خب دیگه بقیه برنامه‌هامون که تو اولویت به هم می‌خوره. آقای روحانی هم که خب به هر قول وزیر زن داده بود، خب می‌دونستیم نذاشتن، خب ولی بخیر ما انتظار داشتیم همون موقع آقای روحانی قبل از اینکه اصلا وزیرشون حالا معرفی می‌کردشون، معرفی می‌کرد، مجلس رأی نمی‌داد، یعنی بعد این کارو می‌کرد آقای روحانی. بعد معلوم شد که آقای روحانی خب می‌خواسته این کارو بکنه. البته حالا هنوز من شک ندارم که آقای روحانی می‌خواست بکنه، ولی خب نباید آدم اینقدر حرف گوش کن باشه، اونم تو موضوعی که هیچ ایرادی براش وجود نداره. ببینید مدیریت نیستن، این اولا اینجور نیست که ما نداشته باشیم زنان مدیر. موقعی که انقلاب شد مردا رو آوردن، مگه مردا سابقه مدیریت داشتن؟ خب بالاخره آوردن با آزمون و خطا، آقایون کم کم یاد گرفتن و شدن مدیران فعلی که خیلی هاشون هم بیرون میزنن، اوت میزنن. یعنی هنوز هم حالا ما یه دو دوره های مدیران قوی و تکنوکراتی داشتیم، ولی الان مدت هاست ما دیگه مدیر قوی خیلی کم میبینیم. پس این موردی بود که برای آقایون بعد از انقلاب ما هم بوده، ولی به هر حال انجام شده و اومدن. ضمن اینکه آقای روحانی درست وزیر نداشت، ولی یه مسببی داشت 30% مدیریت رو به خانم ها داده بشه، البته با حفظ شایستگی، با در صورت داشتن شایستگی. البته حالا دیوان عدالت به نظر من به دلایل سیاسی اومد این رو ردش کرد، ولی خب تا همون موقع که دیوان ردش کرد حدود 26% از این 30% محقق شده بود. همین الان ما کلی معاون وزیر داریم، رئیس سازمان داریم، سازمان های دولتی داریم، در خیلی معاون استاندار داریم. خب بالاخره استاندارای ما هم وقتی جدید میان که از اول استاندار زایده نشدن که، یا از اول وزیر که زایده نشدن، اینا هم همین مراحل رو باید طی کنن بیان بالا. بعد مثلا کدوم یک از این آقایون ما مراحل رو طی کردن سلسله مراتبی و با تحصیلات و تخصص اومدن اون بالا نشستن که ما وقتی نوبت به خانم ها میرسه میخوام همه چیز درست و کامل باشه. کاندیدایی هم که داره خیلی هاشون رزومه انقدر ندارن، اصلا هیچی قوی ندارن، یعنی حداکثر نماینده مجلس بودن درست. ولی الان کاندیدا تایید شدن برای ریاست جمهوری. نکته خوبی رو گفتیم. ببینید در مورد ریاست جمهوری، خب الان یه مدتی بود این کمپین خانم رئیس جمهور راه افتاده درست. بود خوشبختانه هم اصولگراها هم اصلاح طلبها همه وارد شدن، دفاع کردن از ریاست جمهوری زنا. من یکی از البته حدسها قطعا نمیتونم بگم اینجوریه، ولی یکی از دلایلی که شورای نگهبان یه سری قانونی بر خودش برخلاف قانون گذاشته، مثلا رئیس جمهور باید وزیر بوده باشه، استاندار بوده باشه، مثلا شهردار کلانشهر بوده باشه و یه چند تا چیز دیگه، خانم‌ها اینا رو ما نداشتیم. اصلا داشتیم، مثلا خانم دکتر وحید بود خیلی معدود بود، یا خانم ابتکار بود که معاون بود، تعداد دیگه معاونان دیگه هم داشتیم که خانم شجاعی هم زمان آقای خاتمی جزء معاونان قسمت بانوان محسوب مثل که مشاور بوده. معاونت در زمان آقای احمدی نژاد مثل که تصویب شد، خانم شجاعی هم مشاور بوده. البته منم تو مثلا دو ماه پیش میگم خانم شجاعی معاون بوده، بعد
سوابقی که در آوردیم دیدیم نبوده. اینا مخصوصا اومدن این قانون، یعنی یکی از دلایلی که اومدن این قانون رو گذاشتن که زنها رو خیلی راحت بتونن بدون اینکه بر خودشون مشکل درست بکنن یا بگن به دلیل زن بودن داریم رأیتون میکنیم، یا این استناد به چنین چیز خلاف قانون بیان زنها رو رد بکنن که کردن متاسفانه. به هر حال خانم شجاعی سوابق مدیریتی داشت، مشاور رئیس جمهور بود، تو کابینه بوده، تو حزب بوده، دبیر کل حزب بوده، از لحاظ تو شورای فرهنگی اجتماعی زنان بوده و خیلی جاهای دیگه. یعنی از آقای زاکانی من مطمئنم تجربه بیشتر داشت، از آقای قاضی‌زاده هاشمی تجربه بیشتر داشت. خب آقای همتی هم وزیر نبود ولی مثلا مدیر کل بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی بود. بنابراین نه، زنا هم اینا دارن هی بی‌انصافی میکنن. و جالبه مثلا قرآن اومده از بلقیس به عنوان ملکه سبا تعریف کرده، تمجید کرده، تاییدش کرده. مگه ما که بالاتر از قرآن داریم؟ وقتی قرآن ملکه بودن و اداره کشور بلقیس رو تایید کرده، شما چرا حاضر نیستین اختیار رو به زنا بدین و کاسه دختر از آش شدین؟ و خیلی عجیب دارن رفتار میکنن. اون قانون مسخره است که حالا بر اساس اون دارن یه تصمیم دیگه میگیرن. خب شوهری بر چی نباید اجازه بده؟ ما اصلا چرا باید چنین قانون تبعیض‌آمیزی داشته باشیم؟ الان فساد و مشکلات مرد، حال فساد نگم، مشکلات مردها بیشتر وقتی میرن خارج از کشور، یا زنا که خیلی خوب میرن خوبم میان، داستانی ما نداریم. این از اون قوانین تبعیض‌آمیز و غیر منطقی و غیر اصولی و غیر دینی، اصلا دین همچین چیزی ما نداریم. بنابراین که حالا بر اساس اونا میان، خب حالا خانم رئیس جمهور دیگه شوهرش جرأت میکنه بهش اجازه نده که بره خارج از کشور. الان خیلی از این مقامات ما رفتن تو لیست تحریم ها، نمیتونن خارج از کشور بشن. خب اینا میخوان چیکارشون بکنن؟ فقط یه زن نباید اگر ممنوع خروج بشه مشکل داره؟ خب قانون همینا نمیدرست نمیکنن، یا همینا هم با ریاست جمهوری زنا مخالفن. خانم بوتو نخست وزیر پاکستان بود، حامله هم بود، بچه دارم شد، چه اتفاقی افتاد؟ اینا اصلا با هم دیگه منافاتی نداره. زنها بسیار قوی ترن از لحاظ مقاومت، مدیرترن، منظمتر و سالمترن، همه جوره واقعا. اصلا زنها مدیریت ذاتی دارن ولی مردها ندارن اون مدیریتو. نه، مهم اینه که یه مرد یه زن قراره بره جای مرد رو بگیره و مشکل اینجاست دیگه، اون فرهنگ مردانه و پدرسالارانه. همون قضیه زناست، یعنی همونجوری که در مورد زنا دارن حالا وعده های خیلی خوبی میدن و معمولا هم بعد از انتخابات اجرایی نمیشه، یا اگر بشه خیلی کم، بخش کمی. سیاست خارجیمون هم همینه، اقتصادمون هم همینه، سایر حوزه هم همینه. حالا گفتین سیاست خارجی، من این مناظره دوم که تماشا میکردم، برخلاف مناظره اول که اصلا نبودم و نتونستم ببینمش، مثلا در مورد سیاست خارجی سوال کرد مجری، آقای جلیلی اکثر کاندیدات تو همه موضوعات همینجوری حرف می‌زدن. مثلا 4 دقیقه که بهشون وقت می‌دادن تو هر چیزی بعد پاسخ بدن، اول 3 دقیقه و نیمشو به دولت قبلی حمله می‌کردن. خب شما قراره بیاین که اگه به قول خودتون دولت قبلی ایراد داره، خب این چیکار می‌خوایم بکنیم؟ بعد نیم دقیقه یا مثلا 10 ثانیه هم در مورد یه چیزی، در مورد برنامه نبود، اونم بر مثلا آقای جلیلی در مورد سیاست خارجی هر چی من شنیدم ایشون فقط گفت هی سوال می‌کرد از دولت قبلی، چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا اونجوری، چرا اونجوری. خب شما برنامه چیه؟ شما قراره چیکار بکنید؟ اتفاقا آقای جلیلی حرفای خطرناکی زد، یعنی نشون میداد که همون سیاست تنگ زمان آقای احمدی نژاد و همون ماجراجویی‌های آقای احمدی نژاد، حالا شاید هم بدتر از اون تو برنامه آقای جلیلی هم باشه، یعنی چیز خطرناکی مصوبت آقای جلیلی. برنامه نداد ولی یه جوری تهدیدآمیز، یه جوری به نظر من جالب نبود صحبتاشون.